آمار جانگداز قربانیان کرونا در 458 شهر از 128,900 نفر گذشت. وزارت بهداشت برای اولین بار هر 31 استان کشور را در وضعیت قرمز و هشدار اعلام کرد. سخنگوی وزارت بهداشت در یک رکورد بی سابقه مبتلایان جدید در 24 ساعت گذشته را 5,616 نفر اعلام کرد که 10% از دیروز و 100% از ماه گذشته بیشتر است. 4,861 بیمار تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند که بالاترین رقم در 8 ماه گذشته است. نمکی: اگر بال شکسته ما را ترمیم نکنند، اپیدمی جمع نمی‌شود و ما ته رودخانه باید جنازه جمع کنیم. اگر روزی قرار باشد عدم توفیق را به حساب وزارت بهداشت بنویسند، دهانم باز خواهد شد و خواهم گفت که چه کسانی چه کردند. نمکی: سیگنال مایوس کننده ندهید. نگویید تخت خالی نیست، ممکن است در خیابان بمانید. شورای شهر تهران: بحران به حدی است که باید تعطیلات کامل 2 هفته ای اجرا شود. نیمی از جانباختگان مربوط به تهران است. استاندار لرستان: آمار مرگ و میر کرونا در هفته اخیر به 3 یا 4 برابر قبل افزایش یافته است. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: تاکنون 4600 بیمار کرونایی فوت کردند. روزانه 35 تا 40 بیمار جز کاشان و آران و بیدگل فوت می کنند. دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی: طی 24 ساعت 34 بیمار فوت و 283 بیمار جدید بستری شدند. 229 نفر در ICU هستند. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز چهارشنبه 30 مهر 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 458 شهر از 128,900 نفر گذشت. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 4,566 نفر، در آذربایجان غربی به 3,671 نفر، در البرز به 3,563 نفر، در اصفهان به 6,742 نفر، در ایلام به 1,074 نفر، در تهران به 30,991 نفر، در خراسان جنوبی به 994 نفر، در خراسان رضوی به 9,747 نفر، در خوزستان به 8,043 نفر، در زنجان به 1,220 نفر، در سیستان و بلوچستان به 3,556 نفر، در فارس به 3,391 نفر، در قزوین به 1,277 نفر، در قم به 5,390 نفر، در کرمان به 1,990 نفر، در کهگیلویه و بویراحمد به 929 نفر، در گیلان به 5,001 نفر، در لرستان به 5,548 نفر، در مرکزی به 1,787 نفر و در همدان به 3,400 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت امروز در یک رکورد بی سابقه شمار مبتلایان جدید در 24 ساعت گذشته را 5,616 نفر اعلام کرد که نسبت به روز گذشته 10% و نسبت به ماه گذشته 100% افزایش را نشان می‌دهد. وی همچنین گفت 4,861 بیمار تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند که بالاترین رقم در 8 ماه گذشته است. سخنگوی وزارت بهداشت برای اولین بار اعلام کرد که 31 استان کشور همه در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند. استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز و استان‌های هرمزگان، فارس،
گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند. در بحبوحه شیوع کرونا امروز روحانی به دروغگویی های همیشگیش ادامه داد و گفت به رغم تحریم همه نیازمندی ها و خرید های مورد نیاز وزارت بهداشت و درمان را انجام دادیم. 9000 میلیارد تومان که 6000 میلیارد آن تا امروز پرداخت شده و 3000 میلیارد هم در هفته های آینده پرداخت می شود برای کارانه پزشکان و پرستاران اختصاص داده شده است. نمکی وزیر بهداشت رژیم روز گذشته گفت یکی از شفافترین آمارهای جهان آمار جمهوری اسلامی است. گفتند تا پایان اردیبهشت اتوبوس اضافه می شود اما یک اتوبوس هم اضافه نشد. تقاضا کردیم هر کس ماسک نزد جریمه کنید اما بروید آمار را در بیاورید که چند نفر را جریمه کردند. گفتیم جاده ببندید چند تا را بستند. این طور که نمی شود اپیدمی جمع کرد. اگر این بال شکسته ما را ترمیم نکنند اپیدمی در این مملکت جمع نمی شود و ما ته رودخانه باید جنازه جمع کنیم. اگر روزی قرار باشد که عدم توفیق در مدیریت اپیدمی را به حساب وزارت بهداشت بنویسند دهانم باز خواهد شد و خواهم گفت که چه کسانی چه کردند. اما نمکی امروز و به دنبال هشدار روز گذشته روحانی لحنش را عوض کرد و خطاب به مدیران بهداشتی و درمانی گفت در هیچ کجای کشور نباید بگوییم که تخت خالی نداریم. اینگونه صحبت نکنید که ایها الناس تخت خالی نیست و ممکن است در خیابان بمانید. روحانی روز گذشته خطاب به همین مدیران گفت کسی طوری سخن نگوید که مردم احساس کنند که دولت از همه توانش برای مقابله استفاده نمی کند. در تهران نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت شدت بحران به حدی رسیده که باید حتماً تعطیلات کامل دو هفته ای در پایتخت اجرا شود. نیمی از جانباختگان مربوط به تهران است. در اصفهان معاون دانشگاه علوم پزشکی گفت روزانه 35 بیمار کرونایی در استان جز کاشان و آران و بیدگل از دست می دهیم. در هفته های گذشته این عدد به 40 رسید. تا کنون 4600 بیمار کرونایی فوت کردند. به طور میانگین طی شبانه روز 300 بیمار جدید بستری می کنیم. 1850 نفر از کادر درمان تا کنون بیمار شدند. در شهریور و مهر روزانه 10 تا 15 نفر از کادر درمان مبتلا می شوند که فشار زیادی به سیستم تحمیل می کند. بریاس سخنگوی وزارت بهداشت گفت از اواسط شهریور موارد بستری و ابتلا در این استان افزایشی شد و با شیب تندی در حال امتداد است. در هفته چهارم مهر موارد بستری به 28 نفر در 100 هزار نفر رسید که با اختلاف قابل توجهی بالاتر از متوسط کشوری است. در آذربایجان غربی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت طی 24 ساعت گذشته 34 بیمار کرونایی فوت کردند. 283 بستری جدید افزوده شد. تعداد 1245 بستری داریم که 229 نفر در آی سی یو و 70 نفر به ونتیلاتور متصل هستند. در لرستان استاندار گفت تعداد بیماران کرونایی بستری شده بی سابقه است. 326 بیمار در آی سی یو هستند. آمار مرگ و میر در هفته اخیر بیش از 3 یا 4 برابر هفته های قبل شده است. در خراسان جنوبی دبیر ستاد دانشگاه پزشکی گفت موارد جدید 19 در هزار است که 4 برابر آمار کشوری است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 30 مهر 1399